اجتماع بزرگ عزاداران حسینی همچون سنوات گذشته در بیت آیت الله لزما شیرازی برگزار گردید این اجتماع روز جمعه ششم مرداد 1402 برگزار شد و توسط رسانه های مستقل شیعه از جمله شبکات ششگانه مجموع رسانه ما حسین علیه السلام به صورت زنده پوشش داده شد با هم گزارش علی اکبری را ببینیم آیت الله سید صادق حسینی شیرازی در شام قریبان حضرت ابو عبدالله الحسین همچون سالهای پیش به ایراد سخن پرداخته و از اشاره به گوشه ای از فضائل و خصائص سید و شهدا رهنمودهایی به شیعیان جهان و مسئولان کشورهای اسلامی ارائه فرمودند آیت الله شیرزی شیرازی با اشاره به دسته ای از افراد که در طول زندگی روشی متفاوت با اهل بیت برگزیدند اما در پایان عمر عاقبت به خیر می شوند ابن یزید ریاهی را به عنوان مصداق بارز این دست از افراد ذکر فرمودند و تاکید کردند اگر حضرت سید و شهدا توبه حر را نپذیرفته بودند او در ردیف ابن زیاد و ابن سعد و سایرین بود ایشان در ادامه فرمودند اگر در همان ابتدای ورود لشکریان امام حسین به کربلا و ممانعت هر جنگی رخ میداد احتمالا تعدادی از لشکریان دو طرف کشته میشدند لذا هر خود هم هنگام توبه اظهار دارد که خدایا من دل اولیای تو را لرزاندم آیت الله شیرازی با تاکید بر بهشتی بودن هر و پذیرش توبه و عاقبت به خیری او به اثر وضعی برخی از رفتارهای او با امام حسین اشاره فرمودند و در ادامه از همه مؤمنان به ویژه جوانان خواستند تا برخورد بینظیر و بزرگوارانه امام حسین علیه السلام با حرا به دنیا معرفی و حتی فیلم هایی به صورت تفصیلی از آن ساخته شود ایشان در ادامه فرمودند امام حسین علیه السلام به همه اصحاب خود به جز حضرت عباس علیه السلام اجازه میدان دادند وگرنه در ابتدای ورود لشکریان هور که تعداد آنها به هزار نفر میرسید فقط وجود حضرت عباس علیه السلام برای شکست دادن همه سپاهیان دشمن کفایت میکرد آیت الله العظما شیرازی امتحان را مهمترین امر از سوی خدای متعال برای بشر ذکر نموده و در ادامه به چگونگی طی مسیر کاروان و پیوستن اصحاب امام حسین از مکه تا کربلا اشاره نموده و نحوه برخورد امام حسین با لشکریان هر و سیراب نمودن آنان و اسبهایشان را از موارد بینظیر تاریخ برشمردند که بایستی دنیا نسبت به آن آگاهی یابد ایشان در ادامه با اشاره به روایتی از امام رضا علیه السلام که فرمودند اگر مردم محاسن کلام ما را بشناسند به ما خواهند گروید و با ذکر این سخن پیامبر اکرم که حسین و منی و انا حسین گسترش اسلام و نماز و روزه و تمامی موارد مربوط به آن را از برکت وجود امام حسین و اقامه ازای او ذکر کردند آیت الله العظمی شیرازی به دولت عراق و تمامی دولت های اسلامی توصیه کردند که گذرنامه و تمامی هزینه های مربوط به زیارت امام حسین علیه السلام به ویژه در ایام اربعین باید مجانی شود ایشان همچنین به حکومت ها تجار بزرگ برای ساخت هتل حمل و نقل و ارائه سایر خدمات به زائران اربعین و حتی تلاش برای رایگان شدن آنها توصیه کرده و فرمودند شایسته نیست ظاهر ابا عبدالله در شرایط نامناسب در گرما و سرما و بدون جا و مکان و امکانات بماند و اگر چنین شد این عیب متوجه مسلمانان و دولت های اسلامی است علی اکبری اخبار شیعه